آقا اینجوریه که شما اول چون هاشم اولش خورده بود چرا دیگه داداش قراره آقا بزاق پرنده چرا آقا بزاق پرنده من اصلا چه جوری گیر آوردم مگه قرار نیست آره من مگه قرار نیست در خانه بمانیم آره. که وقت کردم بزاق آقا من رفتم گرفتم همه اینا رو تو من ایمان داری که بله من زیاد شیطونی میکنم همش بسته هاشم رو میگیرن آقا یه صحبتی با کارگردان تلویزیون من یه ذره شیطونی میکنم همش بسته هاشم رو میگیرن آها نه نه آقا بسته چبون هم بگیرین دیگه خدا به به بیام خدا خودش خوبه نه آره. همین جمع بندازیم بسته نذاشته برای اینا درست نه بسته میدونم حالا از سر برنامه اومد آره سر برنامه اول باید هاشم سوال کنه دیگه چی کردم یعنی جرأت یا حقیقت آخه قضا نیست که نه بچرخون چی رو الان باید بخوره شما بگی نیفته به چرخ نه 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 نمیچرخ آقا نمیفته روبرو شرق غذای واسط اونو باید بخونم خب سوالو الان کی باید بگه پای مرغ من اتفاقا زبون دوست نه دارم زبان نچرخوندم آقا زبان گاو چمنزارهای شمالی بعد اینا چسته تمیز دیگه بخوایم بخوریم سوال الان خود شما یه سوالی بکن. خب از اینجا باید از اونجا بله دیگه. از اونجا بله جواب میدی یا زبونه رو ببینیم سال بگو. چیه اسم سه تا بازیگری که ازشون خوشت نمیاد و بگو ایرانی خارجی نه ایرانی دیگه ایرانی خارجی آره بگو دیگه اونا هم حتما بعدا خواهد بخشید تو رو که آره بعد یه زنگ بزن بگم معذرت خواهم مجبور بودم وگرنه اینا رو بعد بازیگری که خوشم نمیاد امیر جعفری خب امیر نوری واقعا از اینا امیر جعفری امیر نوری جفتشون هم استقلالی هم امیر جعفری امیر نوری و علی صالحی علی صالحی از این سه تا بدت میاد آره خیلی هم بدت میاد چشم دیدنشون رو ندارم آقا شما بذاریم بر خب از پای مرغ بده اون بر پای مرغ پای آقا این پا مرغ رو آقای روحانی ما رفتیم با بدبختی گیر آوردیم آره این پا مرغ هم مردم دیگه ندارن بخورن آشا در نمک دریا به آره نه 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 وایسا بپرسم آره آقا این مرغ آقا ما باید اینا رو برگردونیم که ببینن دیگه مردم آره ببینن ببینید مردم. آره ببینید بپرسم آقا تو چجوری بخواستین بخورین تو این نمیره این نمیره چجوری بخواستین آقا وایسا بریم آقا بریم همونجا بذار باشه آره بریم آقا بپرسم بله آقا قد بریم اوکی ثانک یو سه تا از بازیکنای فوتبالی که باهاشون بازی کردی و به نظر تو خیلی خالی بندن خالی بند آره میگم میگم بگو راحت بگو دیگه اینو باید بخوری بیا موقعی که بازی می‌کردم حنیف موزه خیلی خالی می‌بست. خب مثلا چی گفته؟ چهارتای خیلی زیاد بود. چی گفته بود چهارتایی رو؟ یادم نمیاد این معروف شده و تو تیم آقای خالی بنده. حرفاشو باور نکنید هرچی میگه. یعنی الانم مصاحبه‌هاشو خیلی نمی‌کنه. الان نمی‌دونم شب دربی داری رویه می‌دی به. الان نمی‌دونم چی شده مربی شده شاید کم صداقت و راستگویی مثلا حالا رو آورده به اینجوری ولی دو تای دیگه یه دونه از آقای از البته معروف نیست نه نه ما کسایی که مردم میشناسن اونایی که تو تیمت ماشاءالله همه هم تیمی ها چه تیم ملی چه تیم استقلال همشون معروف آقا امیرحسین صادقی هم خالی زیاد میبست چرا اون چرا دیگه خیلی خالی میبست خب چی آخرین خالی که بسته بود چی بود آخرین خالی که فکر میکرد واقعیه واقعیت داشت راجع به اختلاف آقای قلعه‌نویی با بچه‌ای بودن که اون سال میگفتن اینو برای اون بازش نامردی اینو باز کن آره نه باز من بسته بسته رو بگیر آقا اینو پای مرغ بده بالا بازش کن دیگه سومی رو بگو آقا سومی رو بگو سومی ستاره ندارم آره سومی سومی کی رو بگم بخواه فوتبالیست نه دیگه باید بگی حالا خواه مورده داره نجارش خالی بند همین کبوده رو بده بشه ببین وسطش رو نگاه کن آقا بذار من تمرکز کنم ببینم کی خالی میبند ولی خدایش با مرغاش تمیزه همه آرشگاه رفته است حالا اگرم سومی
پدیگور هم کردن. آره میخوام پرسپولیسی پیدا کنم. آقا نه پیدا کنی که باید واقعیت بعدش بریم اونا حرف بزنیم. هم تیمی شما تو پرسپولیس که بازی نکردی. آره هم تیمی گفتیم. بله هم تیمی. بابا این همه خالی بند دارین تو تیمتون چجوری نمیتونی ستا تیم ملی هم میشه تیم ملی هم بگو. آره میتونی تیم ملی هم بگی. آره اصولا تیم ملی آدم های صادق. آره به نظر من اونجایی داری تیم ملی ها زیر سوال میبری. داری زیر سوال میبری تیم ملی ها داداش. آقا خودم هم بازی هم بگو باشه. حالا دیگه این باره بگو بابا فوق مهم نیست. آقا میخوای فکر کنی چشتو به من یاد خالی هاش بیفتی. دیگه راحته دیگه به نظرم. حالا دیگه سه تا دونه دو تا چه گفتی یه دونه رو بگو. رفیق خالی من داشتی من حالا دیدی سریع گفت آقا فلانه رفیق همکار سینمای منظورت خیلی اکثرا هم استقلالی بودن. بابا حالا صحبت میکنیم بعد برنامه بریم. حنیف بود و امیرحسین و آقا حضور زن نداره. نه دیگه یه دونه پای مرغ باید بری بالا. مجبور حضور زن داشته باشی الان. مردم منتظرن نفر سوم خالی بند رو ببینن که بگه که آفرین مردم ما مردم الان منتظر باید بگم که چی کی مردم چی مردم باید بدونن چند تا خالی بند تو تیمت بوده. بابا خداییش باز خوب داری میری. آقا باید بریم وقت نداریم. آره خالی بند تو زندگی خالی بند. نه آقا همین هم بازیات هم تیمی که مثلا از افتخارات اون بگه ولی افتخاری وجود نداره. منظورش اینه. دستم خواهش ببره. آقا 10 ثانیه دیگه نده. نه به جان مادر بخوره. نه نه دست پاشو بگیری. آقا منو مجبور میکنم که دروغ بگم. نه دروغ نه نه. دروغ مجبور نکردی. پای مرغ بخور آقا. پای مرغ بخور. تایم داره. چالش سه تا قرار بود بخوری. دو تاشو نخوردی. یه دونه رو بخور. خب بگو آقا. مردمم به خدا میبینن خوشحال میشن وایرال میشن. آقا تموم باید بخوری. آقا کیانوش رحمتی. کیانوش رحمتی آه. اون چه خالی بسته؟ من بالاخره خیلی گفته افتخار داره تیم ولی نداشته دیگه خالی بس. منظورش خالی سیاد. آقا بریم این الان شد یکی یک. حالا نوبت شماست آقا. یکی نشون بده چی باید بخوره. نه دیگه من پرسیدم این باید آقا بپرس دور بزن چی باید بخوره؟ بزاق پرنده؟ آقا مردار رفته زحمت کشیده. ببین این اصله بزاق پرنده رو برو. بچه‌ها یه ذره ریتمو تندتر کنیم. اسم سه تا از بی‌نظیرترین کارگردان‌هایی که باشون کار کردی رو به ترتیب بگو. آقا من به نظرم بخونیم کار بده. آنقدر بی‌نظم داریم. خدمتت عرض کنم که ایمان یزدی بود کارگردانی که الان باش سر در واقع این سریال نمایش کدوم سریال رو کار کرده؟ اولین کارگردانیشه. اولین کارگردانی سالها دستیار آقای علیرضا ولی بی‌نظمه. چرا بی‌نظمه؟ آقا چیز آقای محمد رضا ورزی بود که در واقع اونم به هر حال بی‌نظم بود. اون چه فیلمایی بازی کرده؟ یعنی کارگردانی شاه بود دیگه. همه هفته صبح اونجا بودم مثلا بعد از ظهر میومد. خود کارگردان بعد از ظهر میومد. بعد از ظهر میومد. دروغ میگی؟ نه چرا دروغ بگم من دروغ الان بگم. صبح شما آفیش بودین بعد از ظهر می اومد دیر می اومد. خب می اومد چی میگفت؟ چی دیگه هر وقت دلش بخواد بیاد کار میکنه. کارگردانه دیگه کسی آقا کارگردان باشه شما مگه آقا کارگردان آره دیگه هیچ کاری نمیشه. اینو راست آره. میاره. خب سومیش هم خدمت شما عرض کنم که بی‌نظم آقای کی بودش؟ آقای تایم 10 ثانیه. آقای رضا دورمیشیان فیلم لانتوری رو باش کار کردن. فیلم لانتوری آره. که من خیلی آره آره. دوست داشتم. آره آره آره. خب اون آره فیلم لانتوری هم آقای رضا دورمیشیان. اونم بی‌نظم. چیزی نمیخواد. چه اتفاقی افتاده بود بهش بگو. چیز خاصی نبود. یه سکانسی بود باید در واقع فیلم برداری می‌کردیم. من و نوید محمدزاده و باران کوسری رو یه سکانسی بود. در واقع باید می‌گرفتیم توی آسانسور توی یکی از این پاساژها. و اولا که حالا تایم و اینا که چه اتفاقایی میافتاد هیچی. بعد دیگه پلیس اومد گفت آقا تو پاساژ فیلم برداری نکنین اینا. به فیلم بردار گفتش که آقا در واقع شما بگیر منو دارم میبرم. و ما ادامه میدادیم بدون مجوز داشتیم تو پاساژ همینجوری میگرفتیم و اصلا فهمیدیم اصلا مجوزی نبوده و ما داریم همینجوری پلانای شکاری میگیریم. در حال دستشون در نکن. خب دمت گرم افتخارشون. آقا شما الان بخواین من به نظرم رو مرغ پافشاری کن شاید یکیشو بتونه بخوره. کله ماهی من بدم نمیاد. کله ماهی کله ماهی برو کله ماهی برو تیجان قربان برو تیجان قربان. بچه ها موزیک بریم هر موقع بینه چی موزیک بریم. سرخش میکرد. نه داداش ببخشید چه سرخی بکنی؟ سرخ اولا سرخ. آقا برو خام بخور. خام بخور الان خام خار باش. خام خار برو
برو آقا برو، میشه این نشون بدین اینو؟ ماهی ها رو میشه بالا نشون بدین؟ چه بدنی هم، یه سری دارم. ماشاءالله. آقا بریم بریم بریم. سه تا از بددهن‌ترین مربیایی که باشون کار کردی. چه سوالیه؟ سه تاشو بخور. سه تاشو بخور. نه یکیش هم کافیه. یکیشو بخور. بددهن یعنی که بددهن فوش میداد یا مثلا بی احترامی میکرد. فوش با بی احترامی. گاز هم بزنی اوکیه ها. بددهنی معلومه دیگه. بددهنی دیگه بددهنی. به من سری گفتم. آقا هستم واقعا هستم. خب بگو دیگه. چه بددهنه. خب بگو. گاز بزنی. گاز باید بزنی. بگیری جلوی دوربین گاز یه تیکشو بکنی. آره. و این مردونگی تو رو میرسونه. آقا این مرد نه این مردونگی شو باهاش. آره که نخواستی. نخواستی که چرا نجیبی اون وقت. همه میگن دمش گرم. میگن حتش بر ماهی رو. این کارو کرد. بعدش نخندید به من. نمیخوان چرا بخند؟ لب قرآن چرا؟ اصلا برای چی اومدین اونجا؟ آقا شاهدین. اصلا برای چی اومدین؟ برای همین. آقا برو یه دیگه جو. افتخاره. ای الله. برو بالا قلبت نگیره. ولی من اسمش رو نگفتم. آفرین. اسم بگم. بعدش هم نمیخندیم. نمیخندیم برای همین اومدیم. آره برو درسته. سه دو نه نه ببینن هم بگه مردم باید تو ببینن. آقا چه جنیز که آقا دهنه گاز آقا کلشو گاز بگی. آه نه نه قشنگ سرشو گاز بگی. بودا لعنتت کنه آقا میمیم. آقا تیکشو بکن کلشو گاز بگی. نه بخور. آره یه دونه دهنه بخور بخور نه دهنت آه آخ 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 دستمال ولی دفعه بعد دستمال ما اینو نداریم. دستمال بچه ها دستمال ای بر بیاری. آره مزه چطور بود؟ مزه چه؟ جانت تو فلفل زده بودن؟ قرار بود نخوندیم ولی خوندیم. من نمیتونستم نخوندیم. من هم نمیتونستم بریم جون آبروشون خرید. دمت گرم. آقا کاش همه مثل تو باشن. مثل من نباشن اسم رو بگم. بددهنی نکنید آبروتون رو خرید. آقا بریم الان شما باید تو این به نظرم تو بزاقه رو ندی یا آره. برو بچه ها سریعتر باید بریم. جامبون اگه جلو باشه گاز زلم ولی اینا دیگه مزه های آقا اینا بزاقه پرنده من به گیر داده به این بزاقه. آقا بریم شما بریم. شما رو اسم سه فیلمی اسم خیلی ممنون است. اسم سه تا فیلمی که پشیمونی که چرا بازیشون کردی رو به ترتیب بگو. چشم خدمتتون عرض کنم که سه تا فیلمی که آها سوی سایه ها چی نمیخوره تو هنرمند همه رو میفروشین بابا نه میگه همه رو میفروشین تو هنرمند سوی سایه ها معمای شاه قاز در پیاده رو چرا به چه دلیل پشیمون شدی که بازی کردی؟ این فقط اومده نه 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 آخه تو داداش آخه من ببین هیچ چی برای دست دادن ندارم این یعنی؟ تقریبا هم قید این کار رو دیگه بعد این برنامه زدم تو رو خدا چی تو چرا؟ پشیمون هم دیگه آدم زمان نشون میده که چرا کار کرده یه کار مثل... دیده نشده؟ ببین سوای از دیدن شدن به هر حال نظر مردم و قضاوت مردم مهمه ما برای مردم کار میکنیم بله. بیتاروف وقتی مردم میگن آقا ما از شما انتظار بیشتری داشتیم قابلیت تو فلان جا بیشتر دیدیم اینجا فلانه خب پشیمون میشن میگم که ای کاش نمیرفتم واقعا همت چه خب چرا رفتی نه وجود آقا من مثلا فیلم گاز در پیاده رو الان برادر من یه چیز به شما خیلی بد کارگردانش کی بود کی کارگردانمون حسین سیفی اولی دومی کارگردان چی بود آقای جلالی بود خداداد جلالی بود آقای ورزی بود و اونم آقای حسین سیفی قاز در پیاده رو نقش قاز سوال بکنه نقشم قاضی داشتی شما بله. بعدش فیلم خوبی میخواست تهیه کنه تهیه کرد بعد از اون فیلم یه فیلم خوب نه دیگه بعدش تهیه نکرد بعدش تهیه نکرد آقا من مردم فکر کردم که یه فیلم خوب پیش کرد بعدش نه حالا بهت میگم دلیلش بریم آقا انتخاب بزنم آخریه چه نه آره بابا آخریه همون خوبه اسم تیم ای بود 6 تا دو تا دیگه برو سه تا دیگه همون خوبه برو برو نارت خورد مونده آره بریم آقا همون اسم تیم خوبه اسم تیم با چی با این خوبه آره بگو آقا گفتی همه رو آره نه نه اونایی که گفته رو باید گفتم بذارم کنار سوالا رو دیگه ما هم اونایی که گفتی رو اونم نداشتی بیا عزیزم سه تا از موزیک سه تا از بدترین همبازیایی که داشتید. بدتی بودن. خز و خیل بودن. زیاد هم هستن. تو تیمتون زیاد داریم. ببین یه چی بگم این حنیف امامزاده
یه پای همه قضیه است. چرا مگه چی میپوشی؟ باید کنارش میبودی دیگه. آقا حنیف من آقا حنیف من دیدم. حنیف و بابا ما یه برنامه مسابقه بود پلی استیشن با هم بودیم که یه چند سال پیش اتفاقا بازی میکرد اون موقع با یه دونه شلوار کردی و دمپایلو انگشتی اینا، یعنی اون موقع مد بود اون پوشید اومد. آقا دیگه مسخره. واسه حنیف خیلی هم خوش تیپه، کسی دیگه. آقا برو بالا اسموتی. آره آره باید برو الان. آقا وایسا وایسا. آقا وایسا اتاق فرمان ویدیو چک شد. ویدیو چک شد. چیزی نداری؟ چی نداری؟ قازدر پیاده رو اصلا ما همچین فیلمی نداریم. آقا ببین کجا گفتینو؟ خب پخش نشده. اکران نشده. اکران نشده. نه نه قبول نداره. نه دیگه الان ببین. آقا الان ببین چی گفت. آره. خب بعد پخش مردم گفتن چرا رفتی بازی آره. کردی؟ آقا بعد اون دو تا فیلم دیگه بود. آقا الان فوق بزاق بود. دادا جان مرداد دادا. آقا یالا. نه دیگه داداش گفته بوده. ببین دیگه احترام به بیرد. نه نه آقا پخش نشده. آقا دارن نگاه میکنن. نداریم. ببین همه کار میگن نه آقا. یه ذره از این بخور دیگه داداش. آقا هر کی خبر آقا بخور. آقا بزاق پرنده چی هست حالا چه پرنده؟ آره مال پرنده. آقا پرندهش مهمه. گفت که آقا نه بغل من چطور میذارم گردن خودم. مریض شب خدا نه نه مریض نمیشی آقا. اینو تست کردن بچه‌ها الان بیمارستانه. تست کردن بیمارستانه. برو دیگه آقا دیگه رو به دوربین. بو وای تکس میده این بیشتر. برو نه آقا برو بالا. برو بالا. بخوری دیگه. ولی واقعا نگران سلامتی من. نه نه نشو. آقا خیالت راحت. خب سلامتی. آقا آخه آقا دمت گرم خدا دستمال بده آقا یه 400 برگی بالا سرمون بذارید آقا بریم بگو اینو این بازدر پیاده کار دستمونده حنیف عمران زاده نه دیگه حنیف مسخره کرد نه نه نمی کن آقا مسخره همه رسیدیم با هم بابا این حرفا چیه بابا جنبه مونو بریم بالا حنیف آرش برهانی خسرو ایدری خودت جدی اینا؟ آله به جون خودم بعد یعنی خیلی اصلا به استیلشون اصلا اشتباهی میشد این لباس میپوشیدن یعنی جز ورزشی بهشون شاید برندم بپوشن و چیزایی ببری بهشون نمیومد خیلی اینم گفت حالا برگردون شما چی باید بخوره اونو که خورد حس بدی بود انگاری انگاری این الان بعد آقا ما حتما توی برنامه بهتون توضیح خواهیم داد بابا انگاری از کلام لب گرفتی توضیح آب بخورین که حالتون بد نشه بچه آقا آقا آب بخور حالتون بد نشه نه این انگاری از کلاغ لب گرفتی خیلی حس بدی بود از پوش یه چیز دیگه بهش بده دیگه پای موم بده که بابا تو که اونو خوردی آقا آقا وایسا اینا میشه بگی به ما آقا بگو آقا مگه ما چقدر گرفتیم بزاقم باید که کی بود که آقای تهیه کننده میگه مگه چقدر گرفتیم آقا میخوایم به ما چی باید الان بذاری پای مرغ برو 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 خوبه آقا برو بچه ها موزیک قد بریم آقا اون شخصی که از پوش اعلام کرد اصلا اون همچین فیلمی پخش نشده کی بود آقای کارگردان خدا پدرم مادر تو بیامرزه من هم با شما کار دارم زنگ آخر آقا حواس کن بیشتر از جمع کنیم بازم از این کارا میکنه بریم آقا اسم ست از بدتیپ ترین بازیگر رو به ترتیب بگو به ترتیب چی بگم یعنی خیلی دیگه بدتیپ تر یعنی از یک یه ذره بهتره سه دیگه خیلی نابوده خیلی داغونه آره داغون بدتیپ بازیگر بدتیپ امیر جعفری نه نه آقا یه چیزی تو میگم شما تکراری دیگه ندید نه 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 آقا تکراری اصلا این تو سوالش نیست اگه باش باش بنویس تکراری من ببین اومد دوباره اون ستا رو امیر جعفری امیر نوری علی صالحی دیگه گفتی گفت آقا ننوشیم تکراری فوقش بلاک هم میکنه شما هم دست دادن آقا شما هم خودت خدای حنیف رو دو بار آوردی من یه دو بار گفتم نه ولی باز میشه دیگه نمیتونی اون بزاقه آقا برو حال منو بعد آقا برو چی رو چی بریم همین میگوه این خام زده این به نظر من جالبه نه همون اسموتیه رو بذار اسموتیه رو بذار چون منم دهن زدم آره. هم بزاق من باشه دو تاش دو تاش دو تاش هم بزاق من بزاق تو باشه هم بزاق باز در پیاده رو ماشینو بزن آقا برو بریم خب این که گفتم گفتی تو هم ببینم چند آقا من دو تا مونده اینا رو گذاشتم اینجا حالا با اون بابا اصلا معلومه سه تا از اینو پرسیدم چشم دیدنشون نداری آره نه نپرسیدم سه تا از بازیکنایی که چشم دیدنشونو نداری نداری به ترتیب باید بگی نه که اول سه بار آره. بگی بعد دومی آره. بعد اول اینجا گفته اول اولیه رو بگو بعد دومی چشم واقعا نداری بدت میاد ازشون
میخوای بخوری آماده است. ارزشش داره به نظر تو معرفت کن. تو یه بار معرفت مادر تو یه بار سیاه آدم با معرفتی هست به جان مادرم. تو الان میدونی تو از اینجا بری چی میگن به میگن به قرآن، یعنی این آدم نه کسی رو بددهن گذاشت باریکلا، نه به کسی گفت به جان مادرم. من از ضعف از قلبت زدی به جون مادرم. آره منم از قلبم. آقا تو الان سه تا خانواده رو بگی الان بدم میاد. اون خانواده مادر داره، پدر داره، بچه داره، فلان داره. خود تو فردا میخوای آه اونا رو به خودت بگیری یه دن از اینا نخوری. بزن حالش رو ببر بابا، بکن به قرآن یه بلو برو عادیه جان. چی رو؟ اون یکی دهنیه. برای همین اون اتفاقا میخوام اونم دهنیه. آقا اونم بزاق چیزی داره. نه نه بزاق ولی مال پرنده نه. کروناشو گرفتیم، کرونا نداشت. خدایش میگم برو داداش. اولین جایی که ببین من جای تو باشم یه زر میرم بالا. لطفاً لطفاً دوشه. نه به قول بزاقه. نه بالا بود. نه بالا چیره. تمام قوتش تو. تمام قدرتش واقعا راست میگه. برو دیگه. برو. برو بالا قرض بگیره. نریزی بیرون. آقا بذار بگم. بذار بگم. آقا به خدا آه مردم. من جای تو باشم میگم. نه آه مردمه بابا. چه آه مردم؟ چشمک زدی. به جون بچم. ای وای این با تمام قلبش. توهم داره. بخور. بخور. بخور بخور. قرض بده. قرض بده. آب بخور. روش آب بخور. آره آب بخور. دیدی چه گیرایی داره؟ حالا دستمال بگیر. دستمال بزن. پنس پنس هم بیاری. آقا یه لیمو کرد. آره. جدی؟ آره. نه نه نشکست. چرا بابا شکست؟ پشتش آره ایراد نره پشتش. آقا بریم. برو آقا. برو شمایی. اصلا منم داغ شدم. آره. آقا این چیه؟ همین؟ همین خوبه؟ آقا پای مرغ بکنم ها. پای مرغ. پای مرغ. پای مرغ. پای مرغ. برو. میذاری آقا تو دهنش پای مرغ. برو نه. آقا سه تا از گوشه. من باید بگم. حالا این دفعه تو بگو. بدترین پارتنری که توی فیلم ها داشتی چه کسی بوده؟ جان این دفعه دیگه دوبار میشه سه بار تکراری نباشه. امام حسینی تکراری هم باشه. همبازیت باشه چک میکنن اونجا. یعنی فیلمات هم خدا رو چک. سپند امیر سلیمانی. سپند امیر سلیمانی. سپند جان کدوم فیلم؟ معمای شاه. معمای شاه نقش چیز رو داشت؟ علم رو داشت. اسدالله علم. اسدالله علم رو داشت. خب بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه آخه خانوما میترسم ناراحت شن. نه من نگو میتونی بخوری داداش اینجا هم ما خودمون به فرما میزنیم میتونی بخوری که خدمت شما عرض کنم که از پارتنرای آقا بی خیال واسه نه واسه امیر کربلایی زاده. خب امیر کربلایی زاده کدوم چیز؟ سریال میخواد پخش بشه. هنوز پخش نه نه نه. اونی که باید پخش بشه مردم ببینن. آقا مردم باید ببینن داداش. امیر کربلایی زاده شاید اصلا فیلم پخش نشه. دیده باشن. آره. باش. رامبد شکرابی. رامبد شکرابی تو چه؟ نقش ارنست پرونو داشت تو معمای شاه. سام درخشانی به نظرم اونجا به چشم. آره آره آره. سام درخشانی تو همون فیلم آخری که رفتید. سام درخشانی توی دشمن زن. دشمن زن اونجا هم خیلی حال نکردی باش. نه. مالی نبود. نه مالی نبود. مالی نبود. پشیمون شدی؟ نه 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 میگه مالی نبود دیگه. آره دیگه. بعد از اون پیشرفت کرد به نظرم کنار تو. اصلا آره دیگه بعد از من در اومد بالا دیگه. خوشش اومد. یعنی تو باعث شدی. آقا بریم چی بدم داداش بهش؟ جان چی بدم؟ چی بهش ماله؟ همون خودت انتخاب کن. خودت انتخاب کن. نه دیگه این که الان انتخاب میکنه سیرابی با ژامبون موجودا. سیرابی با ژامبون موجود. خوبه. باز حداقل میگه آش میگوهر بیار. آره میگو. خیلی تنده. خیلی تنده. من دیدم چقدر اون پشت خانم سر فلفل خالی میکرد. آقا بریم. خب. بچا من چیو نپرسیدم؟ خب الان ببینم. اسم سه تا بد اخلاق ترین بازیکن‌ها اینو پرسیدم. بد اخلاقو باید میذاشی کنار دیگه. خب دیگه من بر میزنم البته. سه تا بد دهن ترینو پرسیدی. آره. اسم سه تا بازیکنی که چشم دیدنشون نداری. خالی بندم پرسیدم، بد تیمم پرسیدم، هم اتاقیو نپرسیدم. آفرین. ببین سه تا از بدترین هم اتاقیایی که باشون هم اتاقی بودی ولی واقعا داشتن مشکل داشتن. مشکل دیگه خودت توضیح خودت توضیح بده. نه مشکل داشتن همه میدونن مشکل. حالا مشکل ها خیلی پیش میاد. بفرمایید. خروپف میکرد نمیدونم من... بعد کثیف بود. نه اونا که همون میرم نه نه آقا اون دیگه نمیشه اینجا پخش کنیم که میبرنمون. خب مشکل راحت بگی آقا نبوده. آقا شما محبت کن کثیف ترین بوده. خروپف میکرده نمیدونم زودتر تلفنی بلند بلند حرف میزده. آره نه اینا خروپف. امیر حسین صادقی بود. خب چرا یه شب باهاش هم اتاق بودم
من بودم و امیرحسین صادقی و فرهاد مجیدی. خب دو اردو تیم ملی هم اتاق بودیم. بعد خوابیدیم نصف شب دیدیم آقا یکی همینجوری داره بلند میشه راه میره، میگه یا زهرا یا فاطمه زاده داره میره سمت پنجره. جان تو به جان ما فرداش حالا بپرس از تیم ملی از آقا فرهاد مجیدی بپرس. آره. بعد داشت میره پنجره باز کنه بیافت، آقا فرهاد گفت من گرفتم اینو کشیدم کنار. کیو گرفت؟ امیرحسین صادقی دیگه. صادقی آره این از این توهمیا بود. حالا نمیدونم شاید اون روز از شانس ما اینجوری بود. این دیگه ولی همون یه بار بود دیگه ترتیب دیگه بعدش دیگه باش هم اتاق نبودم. آقای امیرحسین خان بچه که گفته شده شما حتما تو این چالش تشریف بیارین بعد میدونید اینو چیکار کنید. این دومی چی بوده؟ دومی آن دو تیموریان بود. چرا؟ چیکار کرد؟ خیلی کار خاصه خور و پف میکرد. آمار خاص؟ نه یعنی مجبور بودیم پنجره هم وا کنی یا نه؟ نه از اون کارا نه. خور و پف میکرد آقا، خور و پف میکرد. گوزید؟ نه آقا. آره دیگه. باد شکمونه. آره دیگه. نه خور و پف زیاد بود. خیلی خور و پف. یعنی بازیکن اونجوری نداشتیم. که نه دیگه اون حالا دیگه نگیم دیگه. بعد مردم یه دونم آرش برانی تکراریه؟ با تکراری اون آرش بود و بیشتر با کی هم محسن بنگر. محسن بنگر دلیل مچی؟ محسن بنگر. محسن بنگر چرا؟ با تلفن زیاد حرف میزن. با کی؟ مشکل نیست که این مشکل نمیشه. هم اتاقی اصولا نه تلفن آرش چرا؟ حالا آرش رو بگو چون آرش چرا؟ بذار سوالی بار دیگه ببینم. آره بطه آرش چرا؟ آرش هم با تلفن زیاد صحبت میکرد. با کی؟ با کی؟ اون موقع مجرد بود؟ مجرد آرش. بود اون موقع شاید مجرد متعله. آره ولی اون موقع مجرد بود آقا. مجرد بود آقا. مال مجردیش که ایراد نداره. با کی حرف میزد؟ مجرد آقا. گذشته هر کسی با جنس مخالف صحبت. آره آقا حرف قشنگی زد. قشنگ آره. چه گذشته زیبایی. آقا برو برو شما پای مرغو پای مرغو پای مرغو واکس باید بزنی. آره ولی جام چیزم خوبه. سیرابی ژامبون آقا. سیرابی ژامبون سیرابی ژامبون مرغه آقا. توی سیرابی ولی من واقعا سیرابی دوست دارم. نه نه ژامبون آره بری سیرابی رو نه خود سیرابی تو خامه واقعا. سیرابی ژامبون مرغ یعنی تو چه بگو آقا. آقا من چرا سوالاتون همش سعی میکنین بهتر کنین چیزا رو نابود میکنه اون دوستا رو. آره واقعا از اول بهترین هم یه دونه میذاشتیم. آفرین. بگو اسم سه تا از بد حساب ترین تهیه کننده هایی که باشون کار کرده رو به ترتیب بگو. اینا که زیادن تو سینما. چرا اولیش علی لدنی معمای شاه بود. یعنی معمای شاه رو نابود کرد. آره نه واقعا یه خیلی بد مثلا ده بودم. آره. آقای علی لدنی بعد آقای تخکشیان اومدن که نه تخکشیان هیچ وقت تهیه کننده گوگل کنید. نه بله. آقای تخکشیان بعدش اومدن ها؟ نه معمای شاه نبودش. خب دومی؟ خدمت شما عرض کنم که دومی آقای کامبیز کاشفی بود. چه فیلمی؟ اسم فیلم یادم نیست. ببین مال چند سال میشه؟ آهان آقای پیرهادی. پیرهادی خودمون؟ آقای پیرهادی برای فیلم گزارش یک جشن آقای حاتمی کیا این فیلم توقیف شد. بله. خب الان گوگل کنید هست گزارش یک جشن مال آقای حاتمی کیا. بله. کارگردان تهیه کنندش آقای پیرهادی. آقا پیرهادی دوست منه ولی دیگه حالا اونجا بشه. کدوم آقا پیرهادی؟ آقای پیرهادی که با آقای حاتمی کیا خیلی کار میکنه دیگه. آره پول منو هنوز نداده. فیلم توقیف شده ولی آقا پیرهادی حالا رفیق مایی برنامه. آره آقای پیرهادی بود. آقای لدنی بود و آقای خدمت شما عرض کنم که کاشفی. آخه نمیدونم الان بزنید باز تو گوگل نمیدونم. نه نه اسم فیلم آخه یادم نیست. نه نه یکی دیگه رو بگو. الان همه پولاتو گرفتی یعنی تو. آها 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 اونم نمیدونم آخه. تو همه پولاتو گرفتی تو الان؟ من نگرفتی بزن دیگه داداش. تو یکیش مونده. من دعوا دعوتی قرار میذارم مایه رو زنده میکنم. خب الان چی شده؟ سومی. سومیشم یه دقیقه اجازه بدین آقای آقا باید بخوره. آقا 10 ثانیه بخوره که 10 ثانیه تموم شد. آقا صبر کن 10 ثانیه بخوره. فیلم زیاد بازی کردیم. 10 ثانیه بخوره. آقای رضا دورمیشیان. رضا دورمیشیان برای فیلم لانتوری. برای فیلم لا اینجا هم پولتو نداده انو؟ نه هنوز نداده. 1000 تومان برای اون فیلم نگرفتم. 1000 تومان نگرفتم.